خیلی خوب، فکر کنم شروع شد. اوکی، من نمیدونم چه اتفاقی داره میفته، خودم اینور نمیتونم ببینم. شروع شده؟ هر کسی میبینه بهم بگه. اوکی، من خب سلام، خیلی خوش اومدید. من سجاد هیداری هستم. توی این لایو قرار کامپایلر جدیدی که یه مدت داریم باش کار میکنیم و نگاه بکنیم. خیلی قرار نیست چیزه خاصی باشه، صرفا یکم یاد چت ماننده. میخوام با هم صحبت بکنیم، بگم چه کارا داشتم میکردم. او صدا رو از این ببندم. خودم با دیلی خیلی زیادی دارم میبینم و احتمالا شما هم همینقدر دیلی دارید. خلاصه اگه مشکلی چیزی بود حتما تو چت بهم بگید، من این بر روی گوشیم دارم چت رو. ولی قبلا دو تا مانیتور داشتم همزمان، خودم میتونستم ببینم، اگر مثلا اتفاق میافتاد همون لحظه درستش میکردم. الان مانیتور دومی ندارم، بعد همینجا دارم نگاه میکنم. اگه مشکلی باشه با تاخیر متوجه میشم، پیشا پیش عذر میخوام بابت هر مشکلی که ممکنه پیش بیاد. فوت هم سعی میکنم این هم نزه نگه دارم، اگر کوچکتره بهم بگید بزرگش میکنم و همین. خب بذارید شروع کنیم از اینجا. داستان از اینجا شروع شد که فکرم 7-8 ماه پیش بود، شاید بیشتر. داشتم به زبان مختلف فارسی نگاه میکردم و خب جای خیلی خوبی رسیدیم تقریبا، یعنی خیلی زبان جالبی داری میاد جلو، ولی هیچ کدومشون با میل من نیستن. یعنی یا زبان خیلی سطح بالاست یا خیلی سطح پایینه، ولی کار کردن باش سخته و یه چیز بینابین من دوست دارم داشته باشم، یه چیزی که یه سری دیفالت داشته باشه برای خودش، یه سری پیشفرض داشته باشه، اما به من اجازه رو بده اگه لازم داشتم بیام تغییرش بدم. و هدف این زبان رومی اینه که یه همچین ابزاری رو شروع کنیم به توسعه دادن، یه زبان سطح پایین که یه سری دیفالت داره و شما میتونید خیلی راحت باش کار بکنید. و مثلا مثل سی پلاس پلاس نمیخوام باشه که اونقدر شلوغ باشه. سی پلاس پلاس خیلی زبان قویه، ولی خیلی ابزاری مختلف کنار هم قرار داده و کار رو باش سخت میکنه. قطعا زبانی که درست میکنم گاربیج کالکتد نخواهد بود، به خاطر اینکه خیلی مشکل پیش میاد. چند راه مختلفی هست، که اینه که مثلا روی کردی که راست رفته رو پیش بریم، زمان کامپایل سعی بکنیم مشکلات رو بگیریم که خب سخت کار. یکی دیگه اینه که مثل سی پلاس پلاس رفتار بکنیم، اسمارت پوینتر رو، و اینه که اونم خیلی چیز جالبی نیستن. ولی حالا اینا خیلی زوده، الان خیلی سطح ابتدایی، خیلی سطح پایین زبانمون. صرفا این چیزای خیلی ساده رو میتونه پارس بکنه. کاری که تا اینجا کردم اینه که یه زبان خیلی ساده درست کردیم که کامپایل میشه به آبجکت فایل و به اسمبلی LLVM. و مزیتی که اینا دارن اینه که شما میتونید همزمان یه سری فایل سی رو کنارشون کامپایل بکنید و میتونید اینطوری با سی در ارتباط باشید. سی میتونه فانکشن های این زبان رو صدا بکنه و این زبان میتونه فانکشن های سی رو صدا بکنه. و سی یه جوری استاندارد برنامه‌نویسیه دیگه برامون. اگه زبانی بتونه با سی ارتباط برقرار بکنه، با تمام زبان‌های دیگه هم میتونه این ارتباط رو داشته باشه. این برنامه خیلی ساده است که من برای تست ازش استفاده میکنم. تمام فیچرهای زبان رو بجز استراکت داره. شما میتونید یه تابه تعریف بکنید بدون اینکه بادیشو مشخص بکنید. این باعث میشه که مثلا میتونید این تابه رو توی فایل دیگه ای تعریف بکنید. اینجا فقط به اصطلاح اون سیگنچر تابه رو بیارید اینجا. مثلا تابه پرینتف و پوینتر استفاده میکنم، دارم بهش میگم که خب پرینتف یه نوع استرینگه و یک تعدادی انی میگیره. حالا این سناخه در واقع همون برعکسیه که توی سی داریم، یا مثلا استار عکسیه که توی پایتون داریم. اگه اشتباه نکنم توی پایتون مثلا اینو بخوایم بنویسیم اینطوری تعریف میکنیم، میگیم def printf template و استار عکس، یعنی همچین چیز. این معادله این زبان بالاست. یا توی سی اینطوری مینویسیمش، void printf char star string، بعد اینجا یه ورعکس می نویسیم، یه همچین چیزی ورعکس ای نمیدونم، یادم نمیاد توی سی دقیقا چطوریه.
ولی همچین فرمتی میشه. که خب این پرینتفی که اینجا داریم صدا میزنیم پرینتفی که زبان سی به صورت دیفالت دارش. یه سال الان 10 نفر من دارم میبینم، 11 نفر شد که توی استریم هستن، ولی من هیچ چتی نمیبینم. اگر مشکلی نیست میشه یه نفر تو چت من بگه که همه چی اوکی داره پیش میره؟ نمیخوام مثلا برم 5 دقیقه 6 دقیقه صحبت کردم و دیدم که هیچ اتفاقی نیفتاده. این که اینورم نگاه میکنم گوشیم اینجا صفحه چت اینجا آوردم. خب حالا بتانم باقی تاخیر، حالا من فعلا پیش میرم تا وقتی یه نفر بهم بگه مشکلی هست یا مشکلی نیست. خب این برای سیگنچر زبانه، همونطوری که میبینید اول اسم متغیر میاد با یه دو نقطه، بعد تایپ میاد، برای برعکس نقطه میاد، برعکس فقط آخرین پارامتر باید باشه، حق نداره زودتر بیاد. چیز دیگه ای که مثلا داریم یه تابع خیلی ساده است که از همین ورقا داره استفاده میکنه، موقع فراخوانیش میبینید که من هر چقدر دلم بخواد میتونم اینت بهش بدم. زبانمون فعلا 4 تا تایپ داره، اینت داره، استرینگ داره، اینی داره که تایپ ها اصلا هیچ مطلیتی روش نمیذاره، و استرکت که خب خیلی ابتدایی دیگه، یعنی هنوز اونقدر راه نیفتاده که من بخوام چیزای بیشتری براش تعریف بکنم. فانکشن کال داریم مثل همه زبانهای دیگه، شرط داریم و شرطمون نیاز ندارم پرانتز داشته باشن، من طبق عادت گذاشتم، یعنی این هم کار میکنه. مثلا میتونم بنویسم printf inside the first int if. ادیتور من بدیعتا از رام پشتیبانی نمی کنه، از فایل رام من یه چیز خیلی ساده براش نوشتم که صرفا بیاد هایلایتش بکنم و خیلی ایرادات داره، مثلا ایندنشن اینا رو مشکل داره، هر از گاهی ممکنه وسط همین استریم من برم و تغییر بده یه چیزای اون کانفیگ رو. خب if داریم، if هم میتونه else داشته باشه، این هم اختیاریه، یعنی اینطوری هم باید کار بکنه اگر یه دونه عبارت داشته باشیم. و هیچ کدوم اینا هارد کد نشده، ما خیلی خیلی راحت و خیلی سریع میتونیم اینا رو عوض بکنیم. زبان به چند بخش ریز تقسیم شده و هر بخش مستقل از بخش‌های دیگه داره کار میکنه. مثلا این سینتکس اگه دوست نداشته باشیم میتونیم عوض بکنیم، میتونیم به جای if به این صورت میتونیم هر شکل دیگه‌ای بنویسیمش، هیچ محدودیتی سرش نداریم. عملگری ریاضی که داریم جمع، ضرب، تقسیم، تفریق و باقی مونده هست. تفریق اینجا مثلا نوشتیم. وایل داریم ولی فور نداریم فعلا. متغیر رو موقع تعریف کردن میتونیم بهش تایپ ندید، اگه همونجا داریم بهش اساین میکنید میتونیم فقط بهش تایپ بدید. و خب ریترن هم داریم مثل هر زبان دیگه. استراکت هم داریم به این صورت، استراکت همون که اسم استراکت، نقطه استراکت و اجزای اون استراکت، دسترسی بهش هم به این صورته که میتونید بگید t.a مساوی یه چیزی یا t.a ازش بگید. ساختار خیلی ساده ای داره زبان، تا الان تا همین حد، بیشتر از این پیش نرفته. من هنوز منتظرم میتونه تو چت به من بگه که همه چی داره خوب پیش میره یا همه چی داره بد پیش میره. تاپ چت لایو مسیج باید بزنم. اوکی. آها. من اشتباه داشتم. اینجا اشتباهاً روی تاپ چت نوشته بودم. همه چی اوکی داره پیش میره؟ داریم گوش میدیم همه چی اوکیه؟ چرا قبل مساویات دو نقطه است؟ خب. اوکی. من باید بدونم که اگه من اینجا بنویسم سی مساوی 3، چون زبان استاتیستیکلی تایپ ده، باید بدونم که این سی کجا تعریف شده. وقتی دو نقطه میذاریم یعنی من دارم تعریف میکنم یه چیزی رو، اینجا من مین رو دارم تعریف میکنم، اینجا من سی رو دارم تعریف میکنم. اگه دو نقطه نذاریم احتمالاً میشه سری کار کرد، حالا صرفا برای راحتی خودم اینجا نوشتم که دو نقطه مساوی 3، یعنی سی رو من دارم تعریف میکنم به 3. که تو ریاضی این سینتکس استفاده میکنیم، وقتی میخوایم یه متغیر جدید معرفی بکنیم دو نقطه مساوی میذاریم توی ریاضیات. من حالا صرفا همینجا گذاشتم. الان نشون میدم که اینا هیچ محدودیتی نداره، یعنی شما هر چیزی که بخواید میتونید تغییر بدین. راست لینک پروژه رو هم توی چیز گذاشتم، توی کامنت، توی دیسکریپشن یوتیوب گذاشتم.
میتونید ببینید اونجا. آدرسش هم اینه، github.com mcsh رومی. کل پروژه اینجا، اگه بخواییم میتونید همزمان من پیش برید. الان روی بنچ مستر هستیم، آخرین تغییر 12 ساعت قبل بوده. اینم بگم که این پروژه قبلش اینجا بوده، رومی داش اولد بوده، که اینجا تا قبل از پیاده‌سازی استراکت پیش رفتیم، ولی به خاطر اینکه AST چه سری مشکل داشت نتونستیم. او من دارم میبینم که صفحه داره فلیکر میکنه توی بس. اوکی، این حالت قبلی بوده که استراکت نتونستیم پیاده‌سازی بکنم به خاطر ساختار بعدی AST، بازنویسی کردیم همه چیو. خب پیش بریم. اگه سوال دیگه هم بود بپرسید، من نگاه میکنم جواب میدم. این دو نقطه مساوی برای اینکه تعریف بکنیم، مثل هر کامپایلر دیگه ای کار از لکسر شروع میشه. توی لکسر ما یه سری کاراکتر همینطوری به صورت استریم داره برامون میاد و ما این کاراکترها رو نگاه میکنیم و میگیم که کدوماش به دردمون میخوره. مثلا اگه دو نقطه مساوی ببینم، میگم که این define and assignیه که میخوام، جای دیگه define and assign استفاده میکنم. elsif هم داریم. elsif نداریم. if else خالی داریم. اگه بخوایم میتونیم elsif تعریف بکنیم. شاید تو همینجا بتونیم تعریف بکنیم اتفاقا اگر دوست دارید. مثلا دو نقطه عملگر ریاضیمون، کیبوردهایی که داریم، مثلا int, string, any, struct, return, if, while, else، واسه همه اینا میگیم که چه اتفاقی قراره بیفته. اگه وایت اسپیس دیده بشه کاری نمیخوایم انجام بدیم، برامون مهم نیست وایت اسپیس. اگه یه کاراکتر بیاد برایش آلفانومریک بیاد، دارم یه آیدی تعریف میکنم. اگر یه عدد غیر صفر بیاد به اسم دیجیت، دارم یه دونه عدد دهدهی تعریف میکنم. صفر بیاد یه عدد خودش، کامنت ها رو هم پایین داریم هندل میکنیم. کاربرد خاصی داره؟ نه، کاربرد خاصی نداره، یه سه خیلی ابتدایی فعلا. شاید بعداً یه زبان سطح پایین بشه با یه سری ویژگی سطح بالا، ولی حالا خیلی زود در موردش با هم صحبت بکنم. فعلا یه چیز، یه توی کامپایلره. یه ساختار خیلی راحت داره. اون وایت اسپیسی که پایین تعریف کردیم اینجا تعریف شده، یا اسپیس یا تب یا وی یا ان یا آر یا اف، آلفا ای تا زی، ای بزرگ تا زده بزرگ، آندرلاین، آلفا نومریک هم همینطور، دیجیت همینطور، نان زیرو دیجیت هم همینطور. و ساختار خیلی ساده داره لکسرمون. یه از فلکس استفاده میکنیم برای جنریت کردنش. این کد به فلکس داده میشه و یه سری اتفاقات جادویی میفته و فلکس به من این کد رو میده، flex.cpp. یه سری جادو اتفاق میفته و این کد جنریت میشه. این کد من نمی‌نویسم، این کد فلکس برام جنریت میکنه. چیز خیلی عجیبیه همونطور که میبینید و به طرز جادویی برامون پارس میکنه. برای این تنها چیزی که برامون مهمه. بعد از لکسر چیزی که برامون خیلی جالبه بحث پارسر هست. من ببندم. پارسر در واقع زمانمون اینجا تعریف میشه. پارسر میاد و یه سری قواعد تعریف میکنه، میگه برنامه ما چه فرمتی داره و از اون لکسر استفاده میکنه. مثلا یک چیز خیلی ساده رو ببینیم اول. مثلا if statement یا variable declaration تعریف یه متغیر چطوریه؟ من یه آیدی میبینم، بعدش دو نقطه میبینم، یه تایپ میبینم، سمیکالون میبینم. اینجا یک متغیر تعریف میشه برام. یا میتونم دو نقطه ببینم، تایپ ببینم، مساوی ببینم، یه اکسپرشن ببینم. اینجا یه متغیر دارم تعریف میشه. میتونم دو نقطه مساوی ببینم، بعد یه اکسپرشن ببینم. این هم یه تعریف متغیره. پارسر به این صورته که شما یه تیک های مختلف زبان اینطوری میان تعریف میکنید. این اسمش رو میذاریم variable declaration. بعد میگیم که نوع variable declaration یه statement. توی استراک ممکن استفاده بشه، توی یه تابه ممکن استفاده بشه. مثلا while که دیدیمش به این صورتی که عبارت while رو میبینیم، یه expression میبینیم با یه statement. اینا پشت سر هم که میاد زبان رو میسازه. flex چیکار میکنه؟ flex اون فایل .lex که قبل تردیدیم رو میگیره تا
خروجی سی بهمون میده، تبدیلش میکنه به برنامه سی. این فایل هم دوباره مثل همون لکسرمون کامپایل میشه به یه زبان سی توسط برنامه به اسم بایسون. بایسون این فایل رو میگیره بهمون فایل parse.cpp رو میده که اصلا نمیدونم چه اتفاقی این تو میفته. یه سری جادو انجام میده و برامون این کار رو انجام میده. ساختار کلی که پارسرمون داره، حالا اصلا نمیخواد ببینیم، خیلی گیج کننده است برای خود من. اتفاق کلی که میفته، ما میگیم که اگر این فرمت رو دیدی، اگر این متغیر رو اینجا دیدی، یه مساوی دیدی، یه اکسپرشن دیدی، یه سمیکالون دیدی، خروجی این خط یه تایپ وریبل اساینه که به عنوان ورودی المان اول رو میگیره و المان سوم رو، و این میدیم داخل یه کلاس ذخیرش میکنیم و بعدا میام این کلاس ها رو نگاه میکنیم و کد ازش باش جنریت میکنیم. این ساختار کلی من دارم توضیح میدم، نیازی نیست خیلی اینا رو بدونیم. مثلا موقعی که داریم یه فانکشن فراخوانی میکنیم، میگیم که اوکی فانکشن من یه فانکشن دیفاین، بذار اینم بیارم پایین node.h. خب فانکشن دیفاین یک کلاسه که فانکشن سیگنچر داره و یک کد بلاک، که همونطوری که میبینید موقع ساختنش میگیم که این فانکشن سیگنچر المان اولمونه این، و این کد بلاک المان سوممونه 1 2 3. این بعد هر کدوم اینا دوباره تعریف خودشون داره، مثلا فانکشن سیگنچر که همین پایین تعریف شده به این صورته، یه آیدی، یه دو نقطه مساوی، پرانتز باز، آرگومناش، پرانتز بسته، یه فلش، یه تایپ و تموم شد. این میشه فانکشن سیگنچرمون. وقتی یه همچین عبارتی رو ببینه، پارسر من میاد چکار میکنه؟ میاد یه کلاس فانکشن سیگنچر برامون میسازه. ببینینش، مثلا فانکشن سیگنچر اینطوریه، یه اسم داره، یه ریترن تایپ داره، یه وکتور از آرگومان ها داره، اینا رو میگیره و تو خودش ذخیره میکنه. یه ساختار خیلی روتینی داره. این کلاس هایی که اینجا ساخته میشه بهشون میگیم AST، در واقع یه ساختاره، یه دیتا استراکچریه که زبان برنامه، که برنامه ما رو تو خودش نگه میداره، و بعدا این AST رو ما پاس میدیم به یک کد جنراتور و کد جنراتور میاد شروع میکنه نگاه میکنه، میگه اوکی این چیزی که من دارم میبینم کدش اینطوری باید باشه. این هم نشونتون بدم، بعد شروع میکنیم با هم دیگه یه فیچر رو مینویسیم ببینیم که رزش چطوریه. کد جنراتورمون فایل codegen.cpp به این صورته. مثلا یه چیز ساده رو نگاه بکنیم، مثلا عملگرهامون، پارسرش هم بیارم بد نیست. عملگرها کجا دارن تعریف میشن؟ اسم کلاسشون باینری اپریشن. باینری اپریشن، اوکی. عملگرهای ما اینطوریه، من یه اکسپرشن سمت چپ میبینم، یه عملگر میبینم، یه اکسپرشن سمت راست میبینم. عملگرم ممکنه جمع باشه، ممکنه تفریق باشه، ممکنه ضرب باشه، ممکنه تقسیم باشه، ممکنه باقی مونده باشه. و اتفاقی که میفته، یه باینری اپریشن، یه کلاس باینری اپریشن میسازه سمت چپ، لفت هند ساید یا اکسپرشن اول میده بهش، رایت هند ساید اکسپرشن دوم هم اینجا بهش میدیم و نوع اپراتور هم این وسط مشخص میکنیم. این داده میشه به کلاس باینری اپریشنز و تو خودش نگهشون میداره. حالا میخوام بیام کدش رو جنریت بکنم. اوکی، من میخوام بیام یه اکسپرشن جنریت بکنم، چه اتفاقی باید بیفته؟ قبل از هر چیزی باید سمت چپ هم جنریت بشه. سمت چپ رو جنریت میکنم، مقدارش رو توی LHS ذخیره میکنم. سمت راست رو جنریت میکنم، توی RHS ذخیره میکنم. یه اینستراکتور تعریف میکنم. اگر عملگرم جمع باشه، اینستراکتورم رو اد میذارم. اگر تفریق باشه، ساب میذارم. اگر ضرب باشه، ضرب میذارم. الاخر. بعد میام میگم که حالا یه باینری اپراتور بساز با این اینستراکتور، سمت چپش اینه، سمت راستش اینه. و این تبدیل میشه به
کدی که ما لازم داریم. خب آره این ماکس هستش. فیچر ایف الس رو اضافه کنیم پس. باشه ایف الس رو داریم، ایف السیف نداریم، یعنی مثلا کیورد السیف نداریم. شما میتونید داخل الس یه ایف دیگه ای تعریف بکنید، ولی بعضی زبان ها مثلا بیسیک یه دونه السیف هم داره، اون رو نداریم. مهراد چیز رو داریم، ایف الس رو داریم. اوکی پیش بریم. من یه ترمینال باز کنم، زوم هم کنم. خب من اگه بیام دستور رومی رو روی یه فایل سوم بذار درست بکنم، تست 3.rom، یه کار خیلی ساده میخوایم بکنیم. میخوایم یه تابع مین تعریف بکنم، یه تابع مین تعریف بکنم که اینت به من برمیگردونه و بنویسم یک به اضافه یه سه. میخوام ببینم اگه این کامپایل بشه چه اتفاقی برای زبان من میفته، برای این کد من چه اتفاقی میفته. خب اینو اگه بیام الان کامپایل بکنم، یه سری اینا دیفالت های LLVM، کاری بهشون نداریم. این خوب نیست، بذارید A دو نقطه مساوی 1، B دو نقطه مساوی 2 و A به اضافه B. اوکی بهتر شد. اینو توی زبانمون یه چیزایی داریم که میاد و اگه چیزی ببینه بتونه ساده بکنه سادهش میکنه. یک به اضافه 3 نیاز نیست توی ران تایم انجام بدیم، توی کامپایل تایم میدونیم یک به اضافه 3 میشه 4 و اینو سریع میت همینجا میذاریم. خب این کدی که اینجا نوشتیم ترجمه میشه به این کد. A رو میاد تعریف میکنه از نوع اینت 64 بیتی، مقدار 1 رو توی A ذخیره میکنه، B رو تعریف میکنه از نوع اینت 64 بیتی، 2 رو توی B ذخیره میکنه، 1 رو توی read temp میخونه، A رو توی read temp میخونه، B رو توی read temp 1 میخونه، 0 رو میذاره، حاصل جمع read temp و read temp 1. این همون این بخش اینجا همون چیزی بود که الان با هم دیگه توی اون کد جن ساختیمش. گفتیم برو left hand side در بیار، right hand side در بیار، اپراتور left hand side، right hand side، و این دقیقا میشه جن ببندم و این دقیقا همون کار رو انجام داد. عملگر از اینجا تعریف کردیم براش، اینجا اد گذاشت، بعد گفتیم instructor left hand side right hand side، instructor همون که اد بود، left hand side همون read temp خالی، right hand side read temp 1. خب اگه در مورد ساختار کلی کامپایلر سوالی ندارید بریم مثل تایپ بچ اضافه بکنیم. اگر هم سوالی هست که بپرسید حتما. صدا اوکی شد. خب اوکی خب وقتی میخوام یه تایپ بهش اضافه بکنم اول باید بیام تصمیم بگیریم که زبانمون به چه صورتی قرار باشه. اینا رو من پاک بکنم. من میخوام بیام تا الان یه این تایپ اینت دارم که ترجمه میشه به اینت 64 بیتی، میخوام بیام یه دونه اینت 32 بیتی تعریف بکنم. حالا مثلا میتونیم اس 32 بذاریم برای اینت علامت دار و یو اس 32 بذاریم برای آن ساند اس، یعنی این میشه ساند 32 بیت اینت، این بشه unsigned 32 bit int. و علاوه بر 32 مثلا میخوایم یو 8 رو داشته باشیم، 16 و 32 و 64. فعلا با یو شروع کنیم بعدش میریم سراغ اس.
میخوام برنامه ما بتونه این کد رو بفهمه و کامپایلش بکنه. حالا درسته این کد بی معنیه، ولی این خب اگه همچین فیچری به زبان اضافه بشه در کنار اجزای دیگه میتونه کارآمد باشه. من 32 بیت ممکنه برام کم باشه، 64 بیت بخوام، ممکنه برام زیاد باشه 8 بیت بخوام. یه زبان سطح پایین بعد این ویژگی رو به شما بده، بعد این امکان رو به شما بده که اگه خواستید چیز کوچیک‌تر استفاده کنید، اگه خواستید چیز بزرگتر استفاده کنید، و یه دیفالت هم باید داشته باشه که بر اساس زبان ماشینتون باشه. اگر یه سیستم 64 بیتی هستید دیفالتش باید 64 باشه، یا سیستم 32 بیتی هستید دیفالتش باید 32 باشه. و هدف اینه که یه همچین ساختاری داشته باشیم. خب الان برای اینکه کدوم میکنم معنی دار هم باشه، من به A و B یه مقدار بدم. اصلا نیاز نیست مقدار بدم، همینجا بیام بگم که return 0. خب من اگه بیام این کد الان بسازم، اوکی، تست 1 اجرا میشه بدون مشکل، تست 2 اجرا میشه بدون مشکل، تست 2 بدون مشکل اجرا میشه، تست 3 تست سوم اصلا نگفتم سه تست دارم. توی make file میگم که تعداد تست های من 3 تاست. خب یه بار دیگه تست ها رو اجرا کن برامون. خب segmentation fault خوردیم به خاطر اینکه این یو ها نمیدونه چی هست احتمالا، امیدوارم نباید segmentation fault بخوریم. اوکی چقدر خوب که مشکل پیش اومد. الان میتونیم جی دی بی رو ران بکنیم، ای بی بیش بکنیم، ران تست 3. خب خطا خوردیم، segmentation fault خوردیم. کجا؟ اوکی مشکل اینه که داره فکر میکنه یه پکت شده خب اینه که مال LLVMه، با اونا کاری ندارم. خطه من توی کدجن خط 162 داره اتفاق میفته. بریم کدجن خط 162. خب اینجا داره اتفاق میفته، این تی احتمالا ناله، زبای تست بنویسیم. اگر تی نال بود پرینتف کن unknown type درصد s وی دی تی بکنم یه نیم وی دی تی وی دی چیز دیگه هم داره، وی دی variable declaration ها. ویدی یه تی داره که اون تی داره فکر میکنه که این استرکت دیگه، استرکت تایپ من تبدیلش میکنم یه استرکت تایپ. بعد استرکت تایپ من بدون نیم داره، من چون زوم کردم این جز به هم ریخته، این اینجا میاد متاسفانه و نمیدونم چه کارش بکنم به عنوان یه CSTR. خب یه بار دیگه رام بگیریم. اگه سوالی هست بپرسید، اصلا من فکر نکنیم اصلا تکراری باشه باید، اصلا مهم نیست، صرفا میخواییم که دور هم یه کاری انجام بدیم. دوره unknown type utility، اوکی همون که فکر میکردیم. من اینجا exit 1 میذارم که کد از اینجا پیش نره. هر سوالی هر وقتی بود بپرسید تو چت، من به محض اینکه ببینم جواب میدم. اوکی یه بار دیگه کامپایل کردم ببینم این سری درست خطا بده بهمون. آره unknown type utility و بعدم خارج شد. خب
اتفاقی که افتاده اینه که من تعریف کردم اگه یه چیزی دیدی اینجا و نمیدونستی اون چیز چیه، احتمالا یه استراکته، و اگه استراکت بود خب سعی کن اگه استراکت بود نگرش دار موقع کد جنریشن، اون موقع ببین چه استراکتیه، شاید تصمیم درستی نبوده باشه، میتونیم تغییرش بدیم. ولی حالا الان میدونیم که مشکل اینه که UC2 یه تایپیه که نداریمش در واقع و ما میخوایم داشته باشیم. اوکی، برایش رو میام اینجا کنار این کیبوردهای دیگه یه بخش تعریف میکنیم به اسم int. یه بخش تعریف میکنیم به اسم int keywords. اگر من یو هشت ببینم میخوام یو 8 return بشه، همینطور برای 16، همینطور برای 32، همینطور برای 64، 64، 32 و 16. این الان به ما خطا میده با اینکه که نمیدونه یو 8، یو 16، یو 32، یو 64 چیه. بعد بریم توی پارسر بهش بگیم که اینا چی هستن. خب این تو کجا تعریف کردم؟ این زیرا اینجا یه سری توکن جدید تعریف میکنیم، میگیم U8, U16, U32 و U64 توکن های جدیدی هستن. حالا اگه دوباره کامپایل بکنم بدون مشکل کامپایل میشه، به خاطر اینکه کدی رو به اون صورت تغییر ندادم. همونطور که میبینید فلکس میاد و lex.cpp رو از روی lex.l میسازه، بایسون میاد parse.cpp رو از روی parse.y میسازه. اینا رو کامپایل میکنیم در کنار زبانم قرار میدیم. خب تست اول بدون مشکل ران میشه. چقدر شلوغ تست اولم. تست دوم بدون مشکل ران میشه. تست سوم syntax error unexpected u32 at symbol u32 on line 6. خط 6 اینجا انتظار نداره U32 ببینه. چرا؟ به خاطر اینکه توی variable declaration گفتیم اگه ID دیدی دو نقطه بودی یه type باید باشه و type چی تعریف شده؟ یا int یا string یا any یا یه IDه. اینجا انتظار نداره U32 ببینه. اوکی اصلا برام مشکلی نیست. اینجا میایم میگیم که ممکنه یه دونه int type ببینی. حالا int type چیه؟ int type یا u8 یا u16 یا u32 یا u64. خب یه قاعده جدید تعریف کردیم. الان اینو کامپایل بکنم بهم وارنینگ میده، میگه تایپ کلش داریم، این تایپ با تایپ مادر نمیخونه. بعد بریم بالا براش تعریف بکنیم که این تایپ چیه. اینجا من تعریف کردم گفتم که تایپ از نوع تایپ، میگیم الان این تایپ هم از نوع تایپ. الان اگه دوباره کامپایل بکنم باز بهم خطا میده، نمیخواد پیش بریم، میدونیم خطا میخواد. خطاش چیه؟ این سری میگه تایپ کلش داریم، تایپ با U8 همخوانی نداره. U8 رو نمیتونه به تایپ تبدیل بکنه فعلا و باید بیایم بهش بگیم که U8 میتونه یه تایپ باشه. خب اینجا میایم میگیم دالر دالر نیو int تایپ 8. اینجا همینطور، اینجا به جای 8 میگم 16، اینجا به جای 8 میگم 32، اینجا به جای 8 میگم 64. اوکی خب الان اتفاقی که میفته اینه که int تایپی که ما توی AST مون تعریف کردیم، int تایپ توی فایل تایپ تعریف شده. int تایپی که توی AST مون تعریف کردیم به عنوان ورودی چیزی نمیگیره، دیفالت کانستراکتور داره، ولی ما الان داریم بهش یه سایز میدیم. من میام اینجا میگم
من یه دونه این سایز دارم که دیفالتش 64 مثلا. اصلا میتونم کار نکنم، یه این سایز دارم. حالا موقعی که بخوایم این تایپ رو بگیریم، یه دونه این اس میگیرم و میگم سایز رو از روی اس مقدار دهی کن. اگر اس نامساوی 8 بود و اصلا نیازی نیست چک بکنیم، با این خودمون داریم بهش پاس میدیم دیگه، دیگه بدنه نیاز نیست کاری بکنیم، دیستراکتور هم لازم نداره به خاطر اینکه این پریمیتیوه. و یه دیفالت اینجا بهش میدم، میگم اگر چیزی داده نشده بود دیفالت من صفر بذار، و اگر سایز تعریف نشده بود سایز رو بذار 64. یه تو دو هم میذارم set to system architecture. اگر دیفالت اون تعریف نشده بود بذاره 64. یعنی اگه اینت خالی بذاریم مثلا اینجا که من بهش پارامتر نمیدم، فعلا 64 میذاریم، ولی بعدا میخوایم بیایم بر اساس نوع سیستم تعیین بکنیم. روی سیستم 64 بیتی باید 64 باشه، روی سیستم 32 بیتی باید 32 باشه. حالا چون فعلا روی کامپیوتر من داریم اجرا میکنیم و این 64 بیتی، من با 64 پیش میرم. روی 32 بیتی هم البته مشکلی پیش نمیاد، ولی خب 32 بذاریم سریعتر پیش میره. خب اوکی، حالا چه اتفاقی میفته اگه من الان بیام اینو بسازم؟ بدون خطا کامپایل میشه، بدون وارنینگ کامپایل میشه. تستامون هم اجرا کن. کد جن کامپایل کرد، رامو کامپایل کرد، تست 1 و 2 و 3 بدون مشکل پیش میره، ولی تست 3، توی تست 3 من گفته بودم C از نوع 8 بیتیه ولی اینجا 64 برام گذاشته. D از نوع 16. او D رو دوبار تعریف کردیم. اوکی نرید بگیرید فعلا. یه بار دیگه میبینید که همه این ارنو 64 بیتی داره تعریف میکنه و من این رو نمیخوام، میخوام بر اساس چیزی که جلوش هست بیاد تعریفش بکنم، درسته؟ خب میریم توی فایل کد جن. یه جایی اینجا هست که ما میایم میگیم اینت تایپ رو نگاه بکن. آها، اینجا گفتیم موقعی که داری تایپ رو سعی میکنی به دست بیاری، اگر AST اینت تایپ بود از LLVM بخواه که اینت 64 بیتی بهت برگردونه. خب این باید عوض شد. من اینجا می نویسم return int type generator به عنوان ورودی یه int type star می خواد که اینو بهش کست می کنیم و compile context هم بهش می دیم. این هم به خودمون می بریم، می آیم بالا. و اینجا نمیذارم برای تقلب، میگم که یه LLVM type star قراره برگردونیم به اسم int type gen. با عنوان ورودی یه دونه کلاس int type میگیریم، یه پوینتر کلاس int type میگیریم و یه دونه compile context. این CC یه سری اطلاعات کلی کامپایلر رو داخل خودش نگه میداره، مثلا اینکه الان کجا داریم کد رو می‌نویسیم، مثلا اینکه چه متغیرهایی تعریف شده، چیزای این مدلی. خب حالا بعد بیام بر اساس سایز اینتای مختلف برگردونم، کار راحتیه. اگر it.size مساوی مساوی 8 بود میتونیم سویچ کیس بنویسیم، مثلا سویچ it.size case 8 return LLVM type. از LLVM میخوام یه تایپ int 8 برامون جنریت بکنه توی این کانتکست.
بریک نمیخواد، باید اینکه ریترن میکنم برای 16 همینطور مینویسیم. بزنین کپی کنم. اوکی، برای 16 به جای 8 میگیم که 16، برای 32 به جای 8 میگیم 32، و برای 64 به جای 8 میگیم 64. دیفالت لازم نداره چون مطمئنه فقط همین مقادیر رو داره میگه، چون خودمون داریم این مقدار رو بهش میدیم، ولی محض احتیاط میتونیم اینجا بنویسیم something went wrong on int type gen و بعدش exit 1. هیچ وقت کد ما به اینجا نمیرسه. اینجا گذاشتم که اگر یه وقت پارسر رو تغییر دادیم و کد به اینجا رسید، بدونیم که اتفاق خیلی بدی افتاده. اینم برای اینکه سی از اون ایراد نگیره. او print f. اوکی، دوباره کامپایل کنیم. آخرین باری که تایم گرفتم کامپایل کل کامپایلر 6 ثانیه طول میکشه که زمان خیلی خوبیه. خب سی رو از نوع UH تعریف کرد. IH تعریف کرد. آی یادم نیست سایند یا این سایند. اصلا ساین آن ساین هم ساین آن ساین هم در نظر نگرفتیم. داریم اینت، فکرم اینتی که هم داریم تعریف میکنیم سایند هست، یعنی در واقع کدی که زدیم برای سایند اینتجر داره کار میکنه، نه آن سایند اینتجر. خب میتونیم بیایم همین کد رو بازنویسی بکنیم، این بار برای آن سایند ها. S S S S. خب اوکی، میتونیم بریم توی لکسرمون دوباره. اینجا ساین 8 ساین 3 ساین 32، اینجا هم میگیم که کاری که هم مثل کاری که قبلا کردیم، به جای U8 S8 برگردیم، به جای U16 S16 الی آخر. فقط U رو با S جایگزین کردم. بعد بریم توی پارسرمون دوباره. اینجا بعد بگیم که S میتونه باشه و بالاتر باید بیایم تعریف بکنیم که اینا میتونه اس داشته باشه. اوکی، گرم درد گفتم حرف زدم. خب کاری بعدی که باید انجام بدیم اینه که اینجا باید بهش بگیم، به اینت تایپ بعد داریم که ما سایندیم یا انسایند. میایم اینجا میگم که اینت تایپ، آه توی تایپ بعد داریم اینت تایپ، بذارید بول سایند بکنم. اینجا میگیم که بول سایند دیفالتش ترو و میتونیم سایند رو بدیم به سایند. دیفالت هم که داریم، مشکلی پیش نمیاد. اینجا از چی داری رد میگیره؟ does not declare anything. یعنی چی؟ اینت میذارم صرفا با اینکه نمیخوام الان با سی خیلی بازی بکنم. اوکی، اگه کامپایلر رو باشه از همون ایراد میگیره برام.
حالا اینجا این آنسایند، اینم همینطور، اینم همینطور، اینم همینطور، این سایند، اینم همینطور، اینم همینطور، اینم همینطور. و دوباره توی کد جنراتورمون int type gen، اوکی. اگر IT sign بود باید با این روال پیش بریم، در غیر این صورت باید به یه روال دیگه پیش بریم. اینجا هم کدش خیلی شبیه کد بالاست، من همینو کپی میکنم، منتها به جای این کار باید بگیم return lvn type get نمیدونم چطور llvm unsigned رو هندل میکنه، سرچ میکنم llvm unsigned int ir. اوکی، هیچ پشتیبانی نداره ظاهرا. اینم ببینم. اوکی، نداریم. برای LLVM فرقی نمی کنه سند یا آنساین. من حالا صرفا اینجا نوشتم، بعدا اگه خواستیم کار دیگه ای بکنیم میتونیم انجام بدیم. میتونیم مثلا برگردیم به هم حالت قبلی، چون فرقی نداره برای LLVM. ما هم اینجا نیاز نیست براش فرق قائل بشیم، به خاطر اینکه اینجا داریم تایپ LLVM جنریت میکنیم. اگه جای دیگه لازم داشتیم میتونیم بیایم و اعمالش بکنیم. خب کامپایل کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. سیو فایل، یس. اوه فهمیدم چرا داره ایراد میگیره، با تو اینکه سایند کیورد رزرو شده سی هست. یه میتونیم هم بولین بذاریم. حواسم نبود که سی کیورد رزرو شده داره برای سایند. خب اوکی، یه بار دیگه کامپایل کنیم. مهراد گفته else، if else چیه؟ منظورم اینه. بعضی زبان ها شما میتونید بینید if یه چیزی، حالا مثلا بعد مثل کار انجام بدید و بینید else if یه چیز دیگه، در واقع else if جای کیورده، بعد تش میتونیم بنویسی الس. بعضی زبان ها میان این کار میکنن، if یه چیزی الس if. اینجا if همین فرمت بالا رو داره، ولی بعضی زبان ها میان توی سر همش میکنن، نمیدونم چرا، ولی خب دوست دارم بکنم. من ترجیح دارم این روش پایینی رو پیش برم. اوکی خب کدومون چی بود؟ ای 64، او زوم کنم برای شما هم. A 64 بیتی، B 32، C 8، 16، 32، 64، C که دوباره تعریف شده 8، B که دوباره تعریف شده 16، 32 و 64. آها اوکی. خب
آره این LC5 سلام هم فکرم مثلا زبانه مثل بیسیک و اینا پشتیبانی میکنم. خب تونستیم تایپ های آنسایند ها و سایند های چیزای مختلف رو اضافه بکنیم. حالا میخوام بریم توی استراکت هم کار میکنن یعنی چون باید همه جا تستشون بکنیم دیگه. یه استراکت تعریف میکنم به اسم مای استراکت، به این صورت باید باشه. میگیم مای استراکت یه المان داره به اسم آیدی که unsigned 32 بیتیه، یه المان داره به اسم ایج که unsigned 8 بیتیه، یه المان داره به اسم هر چیزی که اینت که سایند 64 بیتیه. نه هم دیگه نیاز نیست، البته میذاریم باشه اینا. بعد میریم بگیم که ام از نوع مای استراکت ام آی دی رو بذار 4، بذار 3، گفتم 4 دستم خورد رو 3. خب ببینیم کار میکنه یا نه. استراکت رو تعریف کرده از نوع آی 32 بیتی، آی 8 بیتی و آی 64 بیتی، درسته. الوکیشنش هم درسته. وقتی هم آی دیشو خواستیم سه 64 بیتی رو فرستاده به یه آی دی 32 بیتی که آی دی درسته. پس واسه استراکت هم کار میکنه. خب حالا میخوام بیام کدام کامیت بکنم. او قبلش بریم توی ریدمی اضافه بکنیم که این کارا رو کردیم. توی language features signed and unsigned integers of 8, 16, 32, 64 توضیحات بیشتر U8 U16, U32, U64 copy paste replace کن با S، برو به U بعدی replace کن با S، برو به U بعدی. اوکی شاید اینجا بهتر باشه مثلا current supported types arc default int strings و struct. خب پیشنهاد دارید حالا چه کار بکنیم؟ حالا که این کار انجام شد، تموم شد، چه چیز دیگه به زبان اضافه بکنیم؟ تا شما بنویسید من رو کامیت بکنم. Added unsigned and signed integers of different size. اینکه این طرف درسته، اینجا این هم من تغییر دادیم، این رو اضافه کردیم، توکن ها رو عوض کردیم، درسته. تستمون بود این چیه، این هم درسته. خب کامیت و پوش. السیف نه، السیف رو دوست ندارم اضافه کنم، السیف رو دوست ندارم. ولی یک چیزی که دوست دارم داشته باشم کست. اوکی چیزی که هست اینه که الان به صورت دیفالت زبان داره کست رو انجام میده. بذار یه تست نشونتون بدم. LLVM اتوماتیک کست رو انجام میده و ما حالات غیر کست رو اصلا تست نمی کنیم که بخوایم ایراد بگیریم. ولی ایده بعدی نیست، میتونیم بیایم نگاه بکنیم. مثلا ببین اگه من بیام بگم مثلا به F بگم 5 به بعد D رو بگم F اینجا 64 بیتیه، D 16 بیتی. من اگه کامپایل بکنم
قبل از ریتر میبینید F64 بیتی رو توی دیه 16 بیتی داره میریزه و اتوماتیک کست میکنه. من نیازی نبود اینجا بیام بگم که کستش بکن به هر چیزی، حالا whatever، ولی میتونیم بیایم اضافهش بکنیم. دوستان این کست چه شکلی باشه؟ کست ایده خوبیه. کس میتونه به شکل تابع باشه. مثلا من بیام بگم که دی مساوی اس 16 اف میتونه به این شکل باشه، اس 16 اف. او فور هم ایده خوبیه، فور رو هم دوست دارم. ولی برای اینکه بخوایم کست بکنیم اول باید بیایم ایراد بگیریم از چیزایی که کست نشدن. من نمیدونم که چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم. موقع اساین کردن باید بیایم ایراد بگیریم، یعنی توی وریبل اساین باید بریم احتمالا اینجا باید یه سری کار رو بکنیم. اینجا اکسپرشن که داره جنریت میشه مثلا باید بیان تایپش رو بگیرم احتمالا یه همچین کاری باید بکنم. resolve type va.exp بعد اینو بیان ببینم که چرا resolve type. اوکی هنوز داره ایراد میگیره. اسمش چیه؟ مطمئنم ریسال تایبه. ریسال ریسال ری اس او ال ای تایپ او کانتکست میخواد. بعد روی ریسال تایپ مثلا بیام بگم که کامپتیبل با با ریسال تایپ V8 base. فکر کنم همین کار رو باید بکنم، ولی احتمالا خیلی مشکل پیش بیاد با این که الان تایپ ها رو درست حسابی انجام نمیده. کست علامت داره بیارند من کلی بود دیگه، این چیزی که اینجا نوشتم کلیه. مثلا شما میتونید بگی که دیگه که سایند هست مثلا بیاد از یه چیز آن سایند پیدا کنید، مثلا H مثلا آن سایند 8 بیتی شاید شاید که معنی دار باشه. اینطوری هم مثلا میتونی باشه، یا حتی مثلا H مساویه حالا هر چیز دیگه. خیلی فرماتش رو تصمیم نگرفتیم که فرماتم چه شکلی قرار باشه. بحث اینه که برای اگه کست داشته باشیم تایپ ها باید یه معنی داشته باشن توی سیستممون، و الان تایپ هامون اصلا معنی دار نیستن. یعنی تایپ هامون صرفا وجود دارن برای اینکه زیر ساخت بدین چه اتفاقی قرار بیفته. من هیچ چکی نمی کنم روی تایپ ها. تو کام اگه همین کار رو بکنیم کفایت بکنه اتفاقا، یعنی فکرم همین به تنهایی کافی باشه، ولی احتمالا کلی خطای دیگه بخوریم. بیس کن دیگه. اوکی بس این ببندم مشخص باشه داریم چیکار میکنیم. تایپ چک. خب کاری که داریم میکنیم داریم میایم میگیم که برو ببین اکسپرشنی که داریم اساین میکنیم چیه. باید برعکس باشه، باید بیس سمت چپ باشه. برو ببین بیسمون چیه، بعد بیا ببین اکسپرشنی که داریم آیا همخوانی داره باشه نه. برای رفرنس بگم که وریبل اساین variable assign. خب variable assign اینطوری کار میکنه، یا متغیر سمت چپ داریم یا expression اینجا داریم، بعد به سمت چپی به یک میگیم base، به سومیش میگیم expression. خب
و اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ من یه تابلوی ریسولف تایپ دارم، یه تابلوی ریسولف تایپ دارم که یه اکسپرشنی رو میگیره با کانتکست کامپایلر و به من یه تایپ برمیگردونه. بعد همه تایپ هامون یه تابعی کامپتیبل دارن که یه ورودی میگیرن و بولین به ما میگن که کامپتیبل هستن با اون تایپ یا نه. مثلا نو تایپ با نو تایپ کامپتیبله. من یه چیزی متاسفانه روی یوتیوب هم کانفیگ دارم که هر 30 دقیقه به نوتیفیکیشن بده، چته میپره هر از چنگاهی، بعد دوباره بیارمش. مثلا برای اینت کامپتیبله، میگه اگر طرف مقابل اینت باشه کامپتیبله، به سایز و اینا اصلا کاری نداره. حالا من کاری که میخوام بکنم no member named compatible. مطمئنی؟ این چیه پس؟ C-O-M-P-A-T-I-B-L compatible. خب میگم اگه تایپ بیسمون با تایپ اکسپرشن کامپتیبل نبود، بیا یه خطا بده. نون کامپتیبل تایپ کانورژن بیتوین درصد اس اند درصد اس. حالا این درصد اس رو باید بذاریم، یه اگزید یه کمی پایین میذاریم چون نمیخوایم پیش بره. auto base type مساوی این base type compatible باید باشه با expert type auto expert type مساوی باید باشه با این. اوکی بعد برای اینکه اسمشون رو بگیرم از تایپ آیدی استفاده میکنم، dot name و تایپ آیدی expression type dot name. احتمالا الان کلی خطا بخوریم به خاطر اینکه هیچ جای دیگه ای من تایپ ها رو چک نمی کنم. برای همین بذارید از ایمکس بریم بیرون تو ترمینال این کارو بکنیم. make test. make فایلمون توی طراحی کردم که فقط فایلایی که تغییر میکنه باید ریکامپایل بشه، اینطوری سریعتر پیش میره، چون همونطوری که میبینید خیلی پشت سر هم نیاز کامپایل بکنیم. اوکی خب از تست یک شروع بکنیم. تست یک اصلا خطا نداد و کامپایل شد. تست دو خطا نداد و کامپایل شد. و تست سه unexpected s6. اوکی تست سه ما خراب کردیم. اینجا آمد اینا رو نوشتیم برای نشون دادن. اینا رو پاک میکنم. اوکی بدون هیچ خطایی جنریت شد، یعنی تمام تستامون بدون خطا داره جنریت میشه که یکم عجیبه. تست 3 وقتی کد داره جنریت میشه یعنی خطایی وجود نداشته. اینا هم بگم که کامپایلر فقط اسمبلی جنریت نمیکنه، ما آبجکت فایل هم جنریت میکنیم و این آبجکت فایل ها خیلی راحت قابل کامپایل شدنه. اوکی وقتی میخواد زایعت میکنه LLC مثلا میدونم کامپایلشون میکنه، بعد میتونم بگم test1.rom. one.rom.o.s. حالا یا میتونیم مستقیما با LLI فایل کامپایل شده رو اجرا کنیم. کد خیلی سریع اجرا میکنم.
برنامه اینه که دستور رومی هم اضافه کنم. یه روم داریم که فقط کامپایل میکنه، برنامه که یه رومی هم اضافه بکنم که هم کامپایل بکنه هم اجرا بکنه، ولی حالا هنوز فرصت نشد این کارو بکنم. اگه کسی علاقه داره میتونه این کارو بکنه، اصلا سمتش نرفتم. خب اوکی، باید یه سری اتفاقات بیفته اینجا، یه سری ارور باید بهمون بده. و دلیلی که هیچ اروری نمیدیم اینه که توی کامپتیبل ما همه چی داریم قبول میکنیم. خب اولین کاری که میکنم میام میگم تارگتم رو کست بکنم به یه این تایپ که بتونم راحت باهاش کار بکنم. اینو بکنم فالس، اینو بکنم ترو. اگر تایپ تارگت از اینو اینت نباشه بلافاصله باید به من خطا بده. اینم کامنت بکنم، بذار یه نمونه ببینیم که اصلا خطا بده بهمون، چون اصلا خطا نداشتیم تا حالا. مثلا بیم یه استرینگ ای تعریف بکنم، بعد بگم ای مساوی 2. این قطعا خطا دیگه. من این اگه بخوام بدون اینکه کامپایلر رو کامپایل کنم، هنوز با هم کامپایلر قبلی داریم پیش میریم، من اینو بخوام انجام بدم، او یه خط از سختیه کامپایلر نوشتن اینه که شما همزمان چند تا زبان مختلف دارید با هم کد میزنید. مثلا سی یه سینتکس داره و زبانتون یه سینتکس دیگه داره و اینا رو با هم دیگه قاطی میکنید. یه str میخوام، یه s میخوام که از نوع string و به s بذار 2. اوکی unknown type string. یه بار دیگه uncompatible type conversion between type. اوکی uncompatible time conversion. اینجا دلیلش یه فایل کد جم بعد بگردم، اینجا یه دونه ستاره لازم داریم، اینجا هم یه دونه ستاره. اوکی make test. ببینید که فایلی که تغییر کردن شروع میکنم به کامپایل شدن. نمیدونم چرا پارسال داری تغییر دادیم، ولی حالا ظاهرا تغییرش دادیم. Uncompatible type conversion between string type and int type. اوکی خب حداقلش الان میدونیم که ایراد میگیریم اگر بخوایم به طرز اشتباه اساین بکنیم. حالا بریم سراغ همون اینتایی که قبلا داشتیم. کجا بود؟ تایپ دلچ. خب روی کرده من خیلی ساده است. من اگر تایپی که دارم پاس میدم اگر سایز تی بزرگتر باشه از سایز من، اگر سایز تارگت اگر سایز تارگت از سایز من بزرگتر باشه باید خطا بدیم. چرا داره ایرور میده؟ آپدیت نشده. آره خب یه بار دیگه میک تست. پارسر داره آپدیت میشه، باید اینکه پارسر از این تایپ ها استفاده میکنه. وقتی این آپدیت شده باشه اون هم باید آپدیت میشه. در واقع وقتی تایپ رو تغییر بدیم کل کامپایلر از اول باید کامپایل بشه. Uncompatible type conversion between int type and int type. اوکی این ارور رو دوست ندارم، این ارور جالب نیست. به خاطر اینکه اسم کلاس رو داریم چاپ میکنیم و اسم کلاس
اطلاعات کافی به ما نمیده. ما جفتمون جفت چیزایی که داریم اینت، منتها یکیش اینت 32 بیتی، یکیش 64 بیتی، یکیش 8 بیتی، یکیش 16 بیتی، یکیش سایند، یکیش آن سایند، چیزای مختلف. پس میام توی تایپ هم، برای بیس تایپ هم یه چیزی تعریف میکنم به اسم std string name. فکر کنم نیم استفاده کردم. display name که برای خود تایپ باید ارور بدیم. برای خود تایپ میگیم unimplemented display name for a type فلان. اوکی، حالا چون فلان داریم با اینتا کار میکنیم، virtual steady string display name return int، به اضافه سایزمون adding int to a string does not append to the string. توی سی پلاس پلاس چجور باید اپند بکنم؟ از اساس استفاده کنم؟ این باید کار بکنه، نباید کار بکنه. این خطا میده به هم، احتمالاً خطا میده دیگه. برام نمیاد. C++ append int to a string. std to a string. اوکی، std to a string. ساختاری که اصلا تایپش اگه پایتون طراحی کردی، نه لزوما، نمیدونم پایتون چجوری داره این کار میکنه. کلاس تایپ بیس کلاسه که همه تایپ ها باید از این اینو باید اکستند بکنن، ارسالی باید بکنن ازش. مثلا یه نو تایپ داریم، یه اینت تایپ داریم، یه دونه انی تایپ داریم، استرینگ تایپ داریم، استراکت تایپ داریم، همه باید از این استفاده کنن. خب فکر کنم این الان درست شد. چیز هم میخوایم بنویسیم. اگر isSigned، اگر isSigned بود بگو signed int، در غیر این صورت بگو unSigned. Invalid operands to a binary expression. Binary نیست چیزمون. Anyway، یه میک بکنیم، احتمالا خطا دارم. اوکی، اینو میتونم بیارم بالا. std string s مساوی این dt شون، بعد اینجا میگیم اس. نه شبیه متا کلاس پایتون نیست، ولی راستش دوست دارم بتونم اونطوریش بکنم. ولی حالا اساسا کلاس نداره زبانمون، خیلی طول میکشه تا بخوایم به اونجا برسیم. اوکی، کامپایل شد، داره پیش میره. Uncompatible type conversion between int. کجا نمون تغییر ندادیم.
اینجا الان دیگه نباید اینطوری بگیم، باید بگیم بیس تایپ دیسپلی نیم، دیسپلی نیم از این سی استرینگش تبدیلش کنم به سی استرینگ و بذار اینجا میگم خط بعدی خیلی طولانی میشه این خط و اکسپرشن تایپ دیسپلی نیمش تبدیلش کن به یه سی استرینگ. خطاها رفت. او این میخ نباید باشه، دات باید باشه، اینم میخ نباید باشه، دات باید باشه، باید اینکه پوینتر بر نمیگردیم این کلاس همون. اوکی خب یه بار دیگه میک کنم. Uncompatible type conversion between signed in 16 and signed in 64. بیسمون 16 اون یکی 64. اینا فکر کنم اگه جاشون رو عوض بکنم بهتر بشه، خاناتر بشه. یعنی اول اونو بنویسم بعد نیکی بنویسم. میخ، آره اسم اون اپراتور واقعا میخه تو فارسی. یعنی توی کتابای فارسی سی پلاس پلاسی که اصلا دانشگاه به من میدادن به اون اپراتور میخ میگفتن. جالب حالا. اوکی حالا میخواد دیگه ریکامپایل بکنیم. الان میدونیم که این 64 بیتی رو نمیتونیم توی این 16 برزیم. کاش خطش رو هم میتونستم بنویسم، ولی الان نگاه نمیدارم که کجا این اتفاق داره میفته. میتونیم خیلی راحت اضافه بکنیم خطمون رو که کجا داره این اتفاق میفته. توی کلاس نود، این نود در واقع بلوک های کدیه که توی AST ذخیره میشه. هر بلوک کد توی AST یه نوع نود هست، یا استیتمنت یا اکسپرشن، همه نود هستن. اینجا میام یه دونه اینت لاین نامبر اضافه میکنم و میگم موقعی که داره ساخته میشی لاین نامبرمون وای وای لاین ان او هست. بعد وای وای لاین این کجا یه اکسترناله که اینجا داره تعریف میشه که اینو این متغیر لکسر برامون تعریف میکنه. حالا که اینو اینجا گذاشتم توی کد جن میتونم اینجا بنویسم که کدوم خط برای این خطا رو به من میده. آنلاین درصد بی، خب کدوم اکسپرشن هم داره خطا رو میده؟ وی ای داره این خطا رو میده. وی ای لاین نمبر. خب الان اروری که به همون میده باید بنویسه که کدوم خط خطا رو میده. خیلی نگرانم ممکنه کار نکنه. کامپایل که شد آنلاین زیرو. اوکی اوکی خط صفرم. فکر نمی‌کنم خط صفرم اتفاقی بیفته. anyway کار میتونیم بکنیم؟
او باید اینکه توی دیستراکتور نوشتم اینو، معلومه که کار نمیکنه. توی دیستراکتور داشتم می نوشتم. اوکی. آبجکت سی پلاس پلاس به صورت دیفالت والدشون رو صدا میزنن نه؟ آره. اوکی. خط 29 هم خطا گرفتیم. ای بعد. خط 29 هم. دی مساوی اف. دی چیه؟ اس 16. اف چیه؟ اس 64. و خطامون درسته. حالا یه سوال. یه چیزی که برای من سوال شد. اگه من اینجا به سی مثلا سی 8 بیتیه، من تمام عدد خالی که اینجا می‌نویسم معنی 64 بیتی در نظر گرفته میشه، ولی سی 8 بیتیه. الان این خط بهم ارور میده یا نه؟ آره. خب اولین کاری که میخوام بکنم اینه که این خط بهم ارور نده، چون دوست ندارم من وقتی عدد خالی گذاشتم اونجا به طور دیفالت باید تبدیل بشه به کوچکترین عدد ممکن. چطور میتونم این کارو بکنم؟ خب بریم توی تایپ. اونجا گفتیم اگر صفر بود میتونیم بزنیم، اگر صفر بود هم صفر بزنیم باشه، چه کاریه من میام تغییرش بدم؟ نه باطن اینکه این توی کد جنریشن ما وقتی اسمش چیه عدد خالی رو توی int value هندل میکنیم، توی int value حالا valueش که int 64 بیتیه مین دیفالت یه تایپ هم داره. تایپش کجا داره هندل میشه؟ آره یه انت تایپ خالی دارم میسازم براشون بدون اینکه هیچ پارامتری بهش بدم، یعنی در واقع اینجا نه سایز نه بول نه ایساین سیت نمیشه براش. و اگه سیت نشده بود بذارم تو سیت نشده بمونه، چه کاریه؟ وقتی دارم چک میکنم تارگت من لزوما سایزش کوچکتر از این میشه، واقعا اینکه این صفره کوچکتر میشه، پس این خطا رو بهمون نمیده. آره خب یه بار دیگه یک ساعت و نیم پشت سر هم حرف زدم برای گلو خیلی سنگینه. Something went wrong on int type gen. او توی int type gen. اوکی نوشته بودیم اگه هیچی تعریف نشده بود. اوکی کیس 0 اگر صفر بود من دارم 64 بیتی برش جنریت میکنم، اینجا یه تو دو میذارم do it based on sys architect. فعلا 64 بیتی داریم جنریت میکنیم برای چیزایی که تایپشون مشخص نشده، ولی در آینده نزدیک میخوایم بر اساس سیستم آرکیتکتر مشخص بشه. اگه 32 بیتی بود 32 برگرده اینجا، اگه 64 بود 64 برگرده الی آخر. اجرا کن، کامپایل میشه. سوالی ندارید بچه ها؟ پیشنهاد سوال کس رو هنوز ننوشتیم. میدونم پیشنهادم که کس رو بنویسیم، ولی کس رو هنوز ننوشتیم. خط 31. اوکی دیگه خط 28 ایراد نمیگیره ازمون، فقط خط 31 داره ایراد میگیره. خوبه، پیشرفت خوبیه. اوکی
نمیدونم کس رو بنویسیم یا نه. مثلا چطوری باید کس رو بنویسیم؟ کس دوست داریم؟ دوست داریم چه شکلی باشه کس؟ ادیتور هم ایمکسه. کانفیگش هم روی گیتاب هم هست. روی گیتاب هم که برید اسمش دات فایلزه. دیم هم دارم اتفاق، اونم خیلی کانفیگ شده، میتونیم اونم ببینید. ولی برای سی پلاس پلاس کود زدن ایمکس خیلی مناسب تره تا ویم. خب کدوم یکی از اینا رو ترجیح میدیم؟ دوست داریم این شکلی باشه. دی چی بود اصلا؟ دی 16 بود. دوست داریم این شکلی باشه یا دوست داریم این شکلی باشه؟ شمس رو هم شمس چیه؟ شمس درست دارم میخونمش اصلا چی هست مهراد؟ میشه توضیح بدی؟ اوکی اینوی کدوم یکی از اینا ترجیح میدیم؟ دوست داریم چه شکلی باشه؟ حتما نظر بده دوستان توی چت. دقیقا یکی از مشکلات هم اینه که این مدل مدل جاواه و مشکل با این مدل اینه که مثلا پوینتر اینا رو بخوایم هندل بکنیم یکم سخت میشه کار. این مدل خیلی میتونه پیچیده باشه. یه مثالش مثلا بخوایم ببینیم توی همین کدی که من دارم میزنم، چون سی پلاس پلاس هم از همین مدل داره استفاده میکنه. مثلا اینجا رو نگاه بکنید، اصلا خانایی نداره. بذارید یکم بیارم واسه. اصلا خانایی نداره. یه استیتمنت، یه دونه یه استیتمنتی که مثلا کسش میکنم یه وریبل دکلریشن. 5 6 تا از اینا پشت سر هم قرار بگیره. آها، مولانا، رومی و شمس. اوکی. 5 6 تا از اینا پشت سر هم قرار بگیره خیلی سخت میشه خوندنش. مثلا توی همین اتفاق هم الان داشتیم مینوشتیمش. این تایپ چه بود؟ اینجا بود. توی variable assign بود. اینجا داشتیم مینوشتیم، بعد ما این جدا کردیم با طوری که خیلی سخت بود خوندنش. نمیدونم کجا بود، همین الان داشتم مینوشتمش، گمش کردم. اوه اوکی. خیلی مهم نیست کدومش باشه، بیشتر مهم کدش رو بزنیم. میریم توی پارسر. چیزی نیاز نیست به لکسرمون اضافه بکنیم. حالا در هر صورت ما هم پرانتز رو داریم هم تایپ رو داریم. این یه اکسپرشن خواهد بود. توی اکسپرشن همون میریم. کجا رو اکسپرشن تعریف میکنم؟ EXPR اگه اشتباه نکنم اسمش. آره. خب توی اکسپرشن همون داریم میریم و یه اکسپرشن جدید باید تعریف بکنیم. میگیم یه تایپ اینطوری که یه اکسپرشن، یعنی یه تایپ میبینیم، یه پرانتز باز، یه اکسپرشن، یه پرانتز بسته. این مدل رو داریم پیش میریم فعلا. شاید بد نباشه که حتی این کار رو بکنیم. مثلا if dot as S16. یعنی مثلا D رو اینطوری بنویسیم، یعنی مثلا D مساوی F تبدیل بشه به S16. این هم بد نیست اتفاقا، این مدل میخ هم بد نیست. حالا فعلا با مدل گو و پایتون و اینا پیش میریم، بعد میتونیم عوضش بکنیم. اوه راستی یه چیز دیگه که الان متوجه شدم، موقع
فانکشن کال هم ما باید اکسپرشن ها رو چک بکنیم. من این بالا می نویسنش که یادم باشه. او. موقع فانکشن کال چک تایپس اند فانکشن کال و همچنین موقع ریتن کردن چک تایپس اند فانکشن ریتن که این دو جا هم باید چک بشه که اگر تایپ چک بکنیم اینجا هم باید چک بکنیم دیگه، نمیتونیم هر جور دوست داشتیم چک بکنیم هر جور دوست داشتیم چک نکنیم، همه جا باید چک بکنیم. خب اوکی بریم توی پارسرمون دوباره. اولی به نظرم خیلی خواناست، خواناست احتمالا منظورش بوده. اوکی حالا میتونیم عوضش بکنیم، اونقدر مهم نیست، خیلی راحت سریع میشه عوضش کرد چون فقط کافیه پارسرمون تغییر بکنه اینجا. اوکی من اینجا باید یه دونه cast expression تعریف بکنم که دالر وان و دالر سه رو برش میرسیم، دالر وانمون تایپمونه، دالر سمون اکسپریشنمونه. آره آره خب باید بریم توی فایل node.h که من بالاتر تقلب بکنم از کدهی قبلی کلاس cast xpr از نوع expression هست. چی داریم؟ یه دونه تایپ داریم، تایپ star تایپ داریم و expression exp داریم. cast xpr مون اولیش تایپ بود، تایپ استار تی اکسپرشن استار ای، تی رو از روی تی میسازیم، ای اکس پی رو از روی ای میسازیم، کار دیگه ای لازم نیست بکنیم و دیستراکتورش رو هم میسازیم. دلیت کن تی رو، دلیت کن ای اکس پی، کار دیگه لازم بکنیم؟ نه. برای اینکه باشه بذارید یه چیز ضعیف تعریف کنم به اسم cast expression، اینو بیاریم پایین اینجا بگم یا cast expr expr بعد اون بالا بعد بگم که cast expr هم از نوع exp هست، یعنی return typeش اون دلار دلارش از نوع exp هست که exp اینجا قبلا تعریف کردم از نوع expression. خب بریم سراغ همون cast expr خودمون، یه مدل پرانتز دار بذاریم. من همه مدل ها رو می نویسم فعلا. اسمش چی بود؟ فلشمون چی میگفتیم؟ ارو این بار اکسپرشنمون اول اولیش تایپه که یک دو سومی میشه، اینجا دومیش اکسپرشنه که اولی میشه. یه مدل دیگه میخوام تعریف بکنم، این مدل گو، مدل اراتایپ، مدل از. مدل از چجوری میشه؟ اکسپرشن از پرانتز باز تایپ پرانتز بسته نیو کست اکسپرشن دلار تایپمون یک دو سه چهار، اکسپرشنمون یک، از هم بعد این بار تعریف بکنیم.
ویدیو قبلی نمیدونم چرا از ال ال وی ام استفاده میکنه. به خاطر اینکه من دوست دارم کامپایلرم همه جا بشه استفاده بشه و سخته برام به تمام اسمبلی های دنیا کد بزنم. میام کد برنامه‌مو تبدیل میکنم به AST، AST مو تبدیل میکنم به LLVM، LLVM رو تبدیل میکنم به LLVM اسمبلی، بعد LLVM اسمبلی رو میشه خیلی راحت به هر ماشین کدی تبدیل کرد. خب از فکرم این نقطه هم قرار بود بذاریم توش، یه من اشتباه نمیشه و این چهاره میشه پنج، یک دو سه چهار پنج. اوکی از اولی من فقط تعریف بکنم. اگه از دیدی ریترن کن از توی بالای فایل پارسر هم باید بگم که از یه دونه توکنه. توکن از بیامش بشه این توکنه. خب دیگه چه تایپی داشتیم؟ یکی دیگه هم بود فکر کنم. سی استایل. سی استایل میشه پرانتز تایپ اکسپرشن. من همه‌شون رو نوشتم که همه چی رو داشته باشیم. اوه فقط یه اتفاقی که میفته اینه که این الان خطا میخوریم به خاطر اینکه این شبیه فانکشن کالمونه. حالا الان بهش فکر میکنیم. ببینید اتفاقی که میفته توی همین پارسر دات وای ما یه فانکشن کال تعریف کردیم. فانکشن کال یه آیدی میگیره، یه پرانتز باز، یه سری آرگومان، یه پرانتز بسته. کست این حالت اینجاش یه تایپ میگیره که اون تایپه، یکی دیگه باز بکنم اینجا، این تایپه میتونه یه آیدی باشه، بعد یه پرانتز باز، بعد یه اکسپیار. این اگ لیست میتونه یه دونه اکسپیار خالی باشه. بعد یه فرقی بین اینو داشته باشیم. اینو این در اثر میشه در امان. اینو فعلا پاک میکنم. مدل های دیگر داشته باشه. میشه اینو هندل کرد ولی حالا خیلی سخت میشه برامون. فعلا کامنتش میکنم. الان این کد باید کامپایل بشه. اوکی has not declared type what یه lexer.l قطع 181 پارس داده وای ببخشید خط 181 $1 تایپو داریم EXPR رو باشه نه EPXPR. اوکی یه بار دیگه بیلد میگیریم. توی کدوم نود دات اچ خط 296 یه سمی کارا اینجا جا انداختیم. این هزه اینو EXP نوشیم. اینو اینطوری باید ای باید داخل پرانتز باشه. سمی کالون جا انداخته بودیم. توی parse.va یه جا ظاهرا کاسات نوشتیم. اوکی دوباره زوم. خب آن یه عالمه چیز مختلف تعریف کردیم اینجا.
کامپایل باید بشه، ولی موقع اجرا باید خطا به اون بده، باید این کست اکسپرشن نه کد جنراتور براش تعریف شده، نه تایپ ریسال براش تعریف شده، نه هیچی، ولی کامپایل باید بشه. و همونطور که دید برنامه هایی که از کست استفاده نکرده باشن کدشون کامپایل هم میشه بدون مشکل. اون یکمون، این دومون، ولی برای سه unexpected as expecting id at symbol as online territory. اوکی چرا؟ گفتم یه expr میبینم، یه dots میبینم. اوکی فهمیدم چرا. به خاطر اینکه داره فکر میکنه این ممبره، فکر میکنه ممبر اکسس داره میکنیم اینجا. باید اینکه ممبر اکسسمون توی فایل دو مثلا دیدیم نمیتونه تشخیص بده من میخوام یه استراک دارم دات ایش رو میخوام ببینم، یا اینکه میخوام بنویسم تی دات از، نمیتونه اینو تشخیص بده. یعنی در واقع با ممبر توی وریبل بکن تعریفش کردم. اینو با این داره اشتباه میکنم. یه بار دیگه اجرا شد، خطاشو ببینم. unexpected as expecting id at symbol on 933. چطور میتونم ریسالوش بکنم اینو؟ میشه، میشه داتا حذف کرد، ولی دوستش ندارم این فرمت رو. اگه داتا بخوایم حذف کنیم دوستش ندارم. او دات اوکی، آره این کارو میشه کرد، اون کارو میشه کرد، منتها وایت اسپیس اگه بیاد وسطش. بریم تو اکسل ببینیم چه خبره. ایده خوب بود، مرسی. از رو کجا داریم تعریف میکنیم؟ اینجا. مهراد میگه اینجا یه دات بذاریم. او دات یه دات بذاریم با یه سری وایت اسپیس. آره فقط وقت اتفاقی که میفته اینکه اینو باید ببرم بالاتر از دات، یعنی باید قبل از این تعریف رو بود، یعنی دات ببینه دات رو برمیگردونه سری. یعنی همش اینجا وایت اسپیس هم اینجا گذاشتم چون من مثلا دوستم مثلا دات اسپیس از، شاید که دوست نشته باشه ولی شاید دوست داشته باشه. خب دو رو چه تغییر دادیم؟ اوه هنگ کرد سیستم هم نه. دو چه تغییر داده شده هش؟ یس کلیت انیوی کامپایل کن. وارنینگ نداریم ولی همه چیمون باید کامپایل بشه از اول. او وارنینگ داریم، وارنینگ داریم. وارنینگمون داره میگه چی؟ اوپس بذاریم این پاک کنم. یعنی برگردیم من حالت قبلی میشه اون کار کرد، اما وارنینگ اون باطل شیفت ردیوسه، یعنی در هر صورت اصلا مهم نیست من چیز داشته باشم، دات اینجا داشته باشم یا نه، دات جدا چک بشه یا نه، یه شیفت ردیوس پرابلم داریم. و الان برگشت حالت قبل، بذار ببینیم مشکلمون چیه. shift reduce conflict داریم،
فایل ریپورت، اسم فایلی که درست میکنه چیه؟ parse.output. استد 51 90 118 119 120 121 122 128 اینا همشون شیفر دیوس پرابلم دارن. و حدس میزنم شیفر دیوس هم به خاطر همین عبارت 181 باشه، چون دیدیم که از این ایراد گرفت. فقط برای اینکه مطمئن شم من اینو دیگه کامنت میکنم، یه میل دیگه بگیرم. شیفت ریدیوس دیگه داریم بازم. اوه بازم شیفت ریدیوس داریم و یه ریدیوس ریدیوس هم داریم. اوه این هم احتمالا مشکل داره درست میکنم. 182 هم داره مشکل درست میکنه با تون که این شبیه اینه. اوکی من اینو هم کامنت میکنم. اول میخوام کار بکنه. بازم شیفت ریدیوس داریم. ولی از 11 تا 5 تا چرا شیفت ریدیوس داریم؟ به خاطر با دیگه اکس شیفت ریدیوس چیه؟ ببین این این کد رو ببینید. این پارسر دات وای به یه سویچ استیتمنت خیلی بزرگ تبدیل میشه. اگه بتونم بیارمش به یه سویچ استیتمنت خیلی بزرگ تبدیل میشه. بعد یه سر این مدلیه که یه دنباله در نظر بگیرید. بریم توی این یه دنباله از استیج داره برای خودش. مثلا میگه الان توی اکس پی آر هم، حالا از اکس پی آر میخوام برم توی مثلا کست اکس پی آر، حالا بعد از توی کست اکس پی آر مثلا بعد یه اکس پی آر دیگه ببینم. به این پایین رفتنه میگیم شیفت. وقتی یه فلش میزنه میره پایین میشه شیفت. بعد میگه اوکی این چیزی که الان اینجا دارم میبینم با این کامل همخونی داره، ریدیوس میکنم یه لول بیام بالا، ریدیوس میکنم یه لول دیگه بیام بالا. مثال خوبی نبازه، یه مثال بهتر بزنم. مثلا توی اینا مثلا میخوایم بیایم هندل بکنیم A مساوی B به اضافه C. خب و الان مثلا توی استیتمنتیم، توی استیتمنتیم تعریف استیتمنت لطفاً. اوکی. توی یه استیتمنتی حالا میره اولی بینه ریترن استیتمنت، میره توی ریترن استیتمنت میبینه ریترن استیتمنت نیست، میاد بالا ریدیوس میکنه میاد بالا. یعنی اینطوری میشه، میگه که چک کنم بینه ریترن استیتمنت یا نه، بعد میگه نه نبود، ریدیوس میکنم میام بالا. بعدی variable declaration آیا نه نیست، variable assignه احتمالا. variable assign چیه؟ میره داخل variable assign. وقتی پایین میره بهش میگیم شیفت، وقتی بالا میره بهش میگیم ریدیوس. شیفت ریدیوس یه مشکلیه که یه جایی هست همزمان هم میتونه بره پایین هم میتونه بیاد بالا. ریدیوس ریدیوس وقتیه که میتونه بیاد بالا ولی به دو تا چیز مختلف تبدیل میشه. برعکس گفتم، ریدیوس وقتیه که میره پایین، شیفت وقتیه که میاد بالا. شیفت ریدیوس وقتیه که نمیتونه انتخاب کنه کدومش، ریدیوس وقتی که به دو تا چیز مختلف میتونه بره. راه حلش اینه که بشینیم این پارسری که اینجا تعریف کردیم رو کلن از اول تعریف بکنیم، جایی که مشکل داره رو برطرف بکنیم. حالا کلن از اول که نه، اون جایی که مشکل داره بیایم به نفع دیگه بیانش بکنیم که چیز جالبی نیست. بکنم برای ایف هم همین مشکل خورده بودن، واسه ایف یه راه حل پیدا کردیم. از این عبارت میشه استفاده کرد. این داره میگه که من اولویتم خیلی کمه، ترجیح میدم به اون یکی رو نگاه بکنی.
اگه اون یکی نشد، هیچ جوره نشد، بعد بیا سراغ من. فیلم همین کار بیام انجام بدیم. من همینو کپی میکنم. این دن هم خالی تعریف شده، بالاتر خالی تعریف شده. من اینو کپی میکنم توی EXPR، کست EXPR داشت. میگن که من اولویت ندارم. من اینجا نباید بگم، باید اینجا باید بگم. مطمئن نیستم چطور اینا رو هندل میکنه. 5 تا شیفت دیسکانفیگ بازم داریم. اگه اینجا بیاد چی؟ تمام شیفریز هم هندل شد. اوکی، همین کار میکنیم. درصد بعد یعنی بازگشت به چپ ها رو حل کرد. متوجه نمیشم منظورتون چیه. ببخشید من. خب یه من نباشه فیلیس داشته باشیم دیگه. وارنینگ نداریم. او داریم. ای بابا الان هم وارنینگ داریم. آره بازم وارنینگ داریم. حل نشد اصلا، اشتباه دیدم من. اوکیه، وارنینگ میده ولی کار میکنه. فقط یادمون باشه که این بعدا باید اصلاح بشه. من اینو پاک میکنم، بعدا میگن اونها رو حلش. الان پیش بریم بهتره. توی اینجا اینو کامنت کردم اون بر، اینو هم کامنت کردیم. فقط این یه دونه بود. کامپای داریم میکنیم. خط 31. او خط 31 رو کامنت میکنیم. از این پایینی میخوایم استفاده کنیم دیگه. اوکی درست داره پیش میره فعلا. حالا سه شیفت ریدیوس داره. ببین بایسون LL1 ترجیح میده LL1 بهش بدی، ولی اگه LL1 بهش ندی کار میکنه. یعنی خودش یه سری روی کرده داره که هندلش میکنه، ولی اگه مثلا به نظرش خیلی حاد بیاد ارور میده. کردم ارور کلمه مورده. آره همین حالا پیش میرم باهاش، یعنی با همین فرمت پیش میریم. کد جنراتورش هم بنویسیم، بعدش هم دیگه تمام بکنیم. 2 ساعت شده، خسته شدم راستش. به کد جنراتورش نباید خیلی طول بکشه. اولش اینه که میگه اکس پی آر جنراتور نداریم. برای این خیلی راحت اکس پی آر جنراتورمون مینویسیمش سریع. میگیم اگر تایپش از نوع کست اکس پی آر بود، ریترن کن اکس پی آر جن رو برای کست اکس پی آر، نه کست کن EXP مونو کست کن، بعدش برو توی EXP یعنی اکسپرشن مونو در بیار ریترن کن. چون اکسپرشن همونو که لازم نیست تغییر بریم توی LLVM assembly کست کردن نیازی نیست، فقط ما تایپ چک کردن مون نیازه. اوکی الان یه ارور دیگه باید بخوریم، اونم اینه که بگه تا
تایپ جنراتور نداره کست اکسپرشنمون. سب میکنیم رو بخوریم بعد اصلاحش بکنیم، شاید نخوریم. unknown resolve type. اوکی resolve تایپمون هم خیلی ساده، میگیم کس اکسپرشن دات هش کد آره ریترن کن ریسولو تایپ یه فانتزی که دستم دارم کس اکسپرشن استار اکسپرشن تایپش رو بگیر. ببین تایپ اون هرچی باشه تایپ ما هم همون میشه. نه ریزولف تایپ لازم نه دیگه، همین تایپ رو میتونم برگردونم. چه کاریه؟ یه پرانتز اینجا باید بذاریم دوت شو. خب اون بعد که بودیم، حالا ما درسته که سخت افزار هر چیزی میتونه کست بکنه، ولی حالا ما یه چک هم بکنیم بد نیست. مثلا استرینگ رو نمیشه به این کست کرد، نه نباید بشه. حالا فعلا همینطوری پیش بریم، اگه کار کرد نه الان درستش میکنه. segmentation fault. خب دیباگرمون رو باز کنیم ببینیم چه خبره. ببند لطفاً یه دیباگر جدید باز کن. از اول که باز کرده بودیم باز مونده بود. زوم کن برامون، ران کن تست 0. ببرم کلا این لازم نداره. چی شد؟ فکت تریس توی یه خط 196 یه خط 196 بیس تایپ رو خواسته به اکسپرشن تایپ. اوکی بعد رفتیم خط فایل تایپ خط 51 نه اینجا اینجا خطا خورده. تیناله دیباگر من خطا داده جا کردن مجددش هم سخته، نمیتونید مدل کلاسیک دیباگ کنیم. برو ببینیم چه میشه. خب انتف T
کی نباید نال باشه؟ نال نیست. چیه؟ چی هستی؟ خود تی چیه؟ مگه تایپ نیست؟ چه داره خطا میدادم؟ بریم همون بر اینجا داشت خطا میداد دیگه. احتمالا موقع کس کردن داره این خطا رو میده. بیا بندی تریسش بکنیم. اکسپرشن میاد ریسال تایپ بکنه از یه نوع کست اکسپرشنه. این تی که اینجا داریم میدیم کجا داره ستس میشه؟ اینجا داره ستس میشه. ست میشه؟ تی داره ست میشه. خب ولی داریم خطا میخوریم. چیکار کنیم؟ من حواسم نبود که صفحه چت خودم تا الان باز بوده. بستنش که شما هم خودو ببینید. چیکار میشه کرد؟ یه بار دیگه اونوری که داریم خطا رو میخوریم ببینم اینجا داره اون خطا میده. printf کن the type is whatever type id start t dot name قبلش برای خود تی این کارو بکن. قبلش برای اینکه بفهمم از اینا بذار. برو ببینیم. خب ارورهای عجب غریب. یک دلیلی که مثلا دوستان به زبان جدید داشته باشیم اینه سی خیلی گیر میده به چیزهای عجیب غریب و خیلی کار باش سخته و درست حسابی چی رو چک نمی کنم. اوکی اولی گفته یه پوینتر از نوع تایپ. ولی اینجا که رسیده سگمنت فالت داره. اوه جایی داریم ریلیسش میکنیم. جایی داریم ریلیسش میکنم. من اینجا دارم دیلیت میکنم تیرو ولی این فراخوانی نشده هنوز. تا اگه اینه کامنت بکنم یه جا داره دیلیت میشه. من نمیدونم کجاست. قبل از اینکه کارمون با
تایپ تموم بشه یه جا یکی داره دلیتش میکنه. آه هم تموم شد. نه این کامک اینجا نیست دیگه. کجا ممکنه دلیت شده باشه؟ توی کدجن چند جا دلیت میکنیم؟ بریم توی کدجن دلیت هامونو بیاریم. اوکی ممکنه اینجا باشه دیگه. چی؟ همین یه دونه دلیت هم هست. اگه این باشه خوشحال میشم. بعد پوینتراشو تبدیل بکنم به اسمارت پوینترهای سی پلاس پلاس. اینطوری کار کردن باشون یکم سخته. نوپ این نبود. باید از اسمارت پوینترها استفاده بکنیم که این مشکل اینطوری پیش نیاد. اوکی خب کست اکسپرشن این که اوکیه. اوکی یه کامپتیبلی که چک میکردیم و ارور میداد اینجا بود. چرا استارتی باید دلیت شده باشه؟ کی دلیتش کرده؟ یه با هم تریسش بکنیم دوباره توی وریبل اساینیم. متغیرمونو میگیریم اکسپرشنمونو میریم جنریت بکنیم. اکسپرشن هم اینجا وی ای داش اکسپرشن اینجا همون کست اکسپرشنیه که داریم. میاد اینجا میاد اینجا با این مچ میشه این فراخوانی میکنه اکسپرشنش رو جنریت میکنیم برمیگرده به وریبل اساین جنراتور. آره حالا تایپش رو میخوایم چک بکنیم. بیس همون که تایپش هر چیزی که از در میاد قبلا مشکل نداشتیم باهاش. مشکل این اکسپرشن تایپ هست. میره توی ریسالت تایپ. توی ریسالت تایپ میریم با این مچ میشه با این مچ شده ولی تی وجود نداره. یه بار دیگه پارس رو نگاه کنم. اول تایپ رو میگرفتیم بعد اکسپرشن. اول تایپ رو میگرفتیم بعد اکسپرشن. تایپ رو سه بش دادیم. یک دو سه اکسپرشن یک. خود این تایپ ها چیه؟ تایپ ها هم چیزایی این که از قبل تعریف شده دیگه. چیز عجب غریبی نیست. اوکی نمیدونم باید چیکار کنم. ماهایی که داریم کست میکنیم تایپ رو نمیتونه هندل بکنه سیستممون. چقدر فاجعه. بذارید یه کاری بکنم. return cast expression type میبینیم تو تابعی خودش. اینجا خیلی شلوغ شده ممکنه سوتی بعدی داده باشم.
بریم بالا. یه کست اکسپرشن میگیریم بین کامپایل کانتکست، تایپ همون خیلی راحت باید باشه دیگه. من باید بگم RCE تایپش هر چیزی که هست باید این باشه، قاعدتا قاعدتا باید این باشه، مگر اینکه این کست اکسپرشن نباشه که امکان نداره نباشه، باید اینکه مت شده باش. اوکی یه بار دیگه بینم الان سوتی بدی نبوده باشه، مثلا الان درست شده باشه. از کاش که اینطوری باشه، از هم مشکل اون حل میشه. من آبا هم پر کنم برمیگرم و خطا خوردیم باسه. خیلی خوب، نمیدونم چیکار کنیم، پیشنهادی دارید؟ پیشنهادی دارید چیکار کنیم؟ بذارید برم توی باید جی دی بی رو باز کنم. جی دی بی داره به همون میگه که خطاش اینجاست. چرا جی دی بی تی چیه توش؟ به تایپ استاره. جی دی بی یه بک تریس به همون بده. جی دی بی استار تی چیه؟ Can't access memory at that address. اوکی. کی پاکش کرده؟ راهی هست بدونیم کی پاکش کرده؟ جی دی بی؟ یه سوال، یه بریک پوینت تعریف، یه پیشنهاد تعریف، یک بریک پوینت تعریف بکنیم. بریک پوینت بی کجا تعریف بکنیم؟ موقع کست اکس پی آر، موقعی کست اکس پی آر، کست اکس پی آر. بعد یه بار دیگه ران کنیم تست سه رو. اوکی اینجا مونده، پرینت کن تی رو برامون، پرینت کن استار تی رو برامون. اینجا تی رو داریم، استف کنیم. داره میسازه این نمبر رو ست میکنه. اوکی کست اسپیا، اوکی این توی پارسرمونه. یس توی پارسرمونه، برو بیرون از پارسر، برو تو کد جنریشنم. بذار یک کاری کنم، یه بریک پوینت تعریف کن سر یه بی، میخوایم تعریف بکنیم توی کد جن. اوکی کانتینیو کن تا بریک پوینت بعدی. اومدیم توی کد جن. خب
دستور بعدی، دستور بعدی، دستور بعدی. یه فانکشن داریم تعریف میکنیم. اسکیپ کن فعلا. پرینت کن استاتی رو ببینیم چیه. پرینت کن تی رو. تایپش رو نمیتونیم بگیریم. پرینت کن استیتمنت رو. پرینت کن استار استیتمنت رو. یه نود، یه فانکشن دفنیشنه. خب فعلا فانکشن دفنیشن کاری نداریم. اسکیپ کن. سیپون سیپون او چی بود دستورش؟ اس ان یک دیگه هم داشتیم سی. اوکی دوباره اومد. این سری استیتمنت همون چیه؟ او پی استار استیتمنت وریبل دکلریشن کانتینیو کن. دوباره بریک پوینت اومد. پی استار استیتمنت همچنان وریبل دکلریشن. کلی وریبل دکلریشن داریم اینجا. هم پی استار استیتمنت همچنان وریبل دکلریشن. پی استار استیتمنت کانتینیو. P star statement continue. P star statement continue. P star statement continue. P star statement. خط 26 ایم الان کد رو نگاه کنم. 26 28 مشکلی نداره. P star statement. P star statement. Variable اصلا. اوکی. رسیدیم به جایی که میخواست. خب. Step. Ow. Next. Function definition نیست. Next. Type. Minimum function signature نیست. Next. نم نیست. Next. Return statement نیست. Next. Variable assign هست. میره داخلش. برو داخل تابه. خب الوکا درست میکنه. اوکی آفرین بهت. اگه الوکا نداشت خطا میده. میدیم الوکا داره. Expression generate میکنه. برو داخل. او یه چیزی، یه سوال. الان که اینجا هستیم VAEXP چیه؟ star vaexp چیه؟ یه int value. star vat چیه؟ او star vaexp یه دونه what next 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 next. اوکی اینو خوبه نبود. کانتینیو کن. اینجا الان استیتمنتمون چیه؟ وریبل اسایمنت. این فکر کنم وریبل اسایمنت که میخوایم. فانکشن کال نیست، ریترن نیست. این هست، خودش تصمیم میگه این هست. من بهش نمیگم، من صرفا دارم بهش میگم که پیش بره یا نه. برگشت برو داخل الوکا رو میسازه. یه سال اول پرینت کن VA رو برامون. VA چیه؟ ویبل اسایمنت. پرینت کن VA اکسپرشن رو برامون. اوکی پرینت کن VA اکسپرشنمون رو. میدونیم یه دونه تی داره. کست اکسپرشن نیست. چه تی نداره؟
اوکی همونی میخوام بریم، چرا نداره دیگه. نیکست نیکست استپ نیکست 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 نیکست. اوکی با ایکس پی آر مچ شد، انتی ایکس پی آر جنریتوریم. استپ الان اکسپرشنمون چیه؟ این مقدار دیگه اف رو داریم میگیم بهش. نکست 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 کارش انجام داد میاد. استپ کن. نکست 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 میاد داخل یک کست اکسپرشن. استپ کن پرینت کن استار سی ای رو برامون، پرینت کن استار سی ای تی رو برامون. او اینجا دیره، قبلش مشکل نمیدونم چیکار کنم. حالا حالا اینو هندل میکنم، خسته شدم ازش. تقریبا فکر کنم 2 ساعت و نیم دارم صحبت میکنم و صدام خسته شده، حالا برمیگردم سرش حلش میکنم برم. پس دو تا مشکل باید حل بشه، یه دونه cast expression و یه مشکل دیگه ای که هست اینه که shift reduce داریم. من یه تعداد زیادی پرینت استیتمنت گذاشتم این برنامه بر الان که داشتیم اینو چیز میگه آه توی تایپ گذاشتمشون، این که برم توی تایپ توی گیت بذارمشون همین الان. او ریموف کن پارس دات آسپوت رو، یه بار دیگه مگیت بگیریم. او ریموف کن تست یک دات رام دات او دات اس رو. یه بار دیگه مگیت. خب استیج 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 کامیت. اونقدر تغییر ندادیم، همین تقریبا معنی داره. added a non working کاستینگ سیستم. خیلی ممنونم که وقت گذاشتید همراهی کردید. اگر سوالی پیشنهادی چیزی هست بگید، همینجا هم توی توییتر حتما در خدمتتون هستم. اگر نه که تمامش بکنیم، یه 5 دقیقه دیگه صبر میکنم چون احتمالاً یه دیلی هست بین استریم و بین من و شما. در واقع خودم که دارم با دیلی میبینم اینجا. اگه پیشنهادی دارید بگید حتما. کلن تاریخ صوتی مدد است دارم.
خیلی خوب. پیامی چیزی توی چت نمیبینم. نه قطعش بکنیم دیگه. خدا نگهدار. مرسی که همراهی کردید.